سلام، همونجور که مطلع هستید بحث دونت در یکی دو سال گذشته بسیار داغ شده و سیسکو هم دوره های جدید رو در خصوص دونت ارائه داده. نه تنها دوره های جدیدی اختصاصی برای دونت وجود داره، بلکه میشه گفت دونت تقریبا همه تخصص های سیسکو رو در بر گرفته و شما وارد هر تخصصی هم بخواید بشید باید بحث دونت مربوط به اون تخصص رو هم بلد باشید. حالا من میخوام در این بخش توضیح بدم که دونت چیه و چه جذابیت ها و چه ویژگی هایی برای ما ایجاد میکنه و چرا نمیشه ازش چشم پوشی کرد. اگر شما بخواید تو اینترنت سرچ کنید و یه تعریفی از دونت پیدا بکنید، تعاریف مختلفی پیدا خواهید کرد، ولی من خودم به شخصه نتونستم تعریفی پیدا بکنم که بتونه من رو قانع بکنه. من سعی کردم با تجارب خودم و با درک خودم یه مفهومی از دونت ارائه بدم که طبعا این مفهوم ترکیبی از مطالبی که از جاهای مختلف من تونستم یاد بگیرم و یا تجربه کنم. اولین مفهوم یا اولین ویژگی که از دونت به دست میاریم بحثی به اسم ابستراکشن. ابستراکشن به درد این میخوره که شما وقتی میخواین شبکه رو کانفیگ بکنید دیگه وندور براتون مهم نباشه. خیلی جذابه که شما وقتی میخواید کانفیگ بکنید، الان وقتی وارد سیسکو دستگاه سیسکو میشید یا وارد دستگاه جونیپر میشید، طریقه کانفیگ کردنشون با هم به تب متفاوته، ولی خیلی جذابه که شما بتونید بگید من یه کدی دارم که این کده میتونه اینترفیس و آی پی بده، مهمم نیست که این دستگاه من دستگاه جنوسه یا دستگاه آی او اسه یا دستگاه آی او اس ایکس ایه یا دستگاه آی او اس ایکس آره. این شدنیه؟ بله، کاملا شدنیه. با دیتا مدلینگ یانگ که حتما تو بخشهای بعدی در موردش صحبت میکنم، پروتکل های مثل نتکانف، مثل رستکانف و یا گوگل آر پی سی، شدنیه. شما وقتی با یک دیتا مدل استاندارد طرف هستید که اینترفیس رو میخواید آی پی بدید، دیتا مدلش این شکلیه و پروتکلی که وقتی میخواید اون کانفیگ رو انجام بدید هم استاندارده. دیگه اصلا مهم نیست جونوس آی او اس یا هر وندور دیگه ایه. این خیلی جذابه برای من حداقل. پس یکی از قابلیت هایی که شما توی دونت به دست میارید ابستراکشنه. شما میتونید کانفیگتون رو مستقل از وندور انجام بدید. دومین قابلیت جذابی که خیلی به نظر من جذابه بحث ورژن کنترله. من سعی میکنم با یه مثال کوچیک اونو توضیح بدم. حتما شما تو دیوایس آی او اس ایکس آر و یا دیوایس های جونوس، حالا آی او اس آی او اس ایکس این قابلیت رو ندارن، فیچر رول بک رو دیدید که شما میتونید بگید من کانفیگم رو برمیگردم به 2 تا استپ قبل، به 3 تا استپ قبل، به 5 تا استپ قبل و کانفیگ رو به حالت قبل‌تر میتونید برگردونید، جلو عقب کنید کانفیگاتون رو، وقتی مشکلی پیش میاد به راحتی برگردونید به حالت قبل. شما تصور بکنید که کل اینفراستراکچر شبکتون، حالا این میتونه فراتر از شبکه هم باشه که هست، ولی من حالا بحثم شبکه است، کل اینفراستراکچر شبکتون در قالب کده و بنابراین وقتی میخواد یه چیز رو کانفیگ بکنید اون کد رو دستکاری میکنید و وقتی و هر بار که تغییر میدید یه ورژن بهش میخوره، حالا با ابزارهایی که حتما در موردش صحبت خواهیم کرد، ابزارهای ورژن کنترل مثل گیت، شما به اون کانفیگتون ورژن میزنید و بعد به راحتی کانفیگا رو میتونید جلو عقب بکنید مثل رول بک. چه خصوصیت ویژه الان تو این نهفته بود؟ دو تا به نظر من ویژگی خیلی جذاب توش وجود داره. اول اینکه دیگه شما کانفیگ یه دیوایس رو عقب جلو نمی کنید، کانفیگ اینفراستراکچرتون رو جلو عقب میکنید. خیلی مهمه. بیاد میگید من نتورک هم میخوام برگرده به 1 ساعت قبل.
حالا مهم نیست، ممکن 10 جا تغییر پیدا کرده باشه، اونم با یه دونه کلیک. و دومین نکته جذابی که براش وجود داره که حالا من بعضی وقت اسم این تیکه رو میذارم infrastructure as a code، حالا بعضی وقت به کل این پکیج میگن infrastructure as a code، این که شما کل infrastructure جوکتون، سویچاتون، روتراتون، فایروالاتون، حتی سروراتون رو به صورت یک کد در اختیار دارید. یعنی شما میتونید تصور کنید که مثلا اگه توی سازمان بانک کار میکنید، کل بانکتون توی کده، این کدو بردید یه جا ببرید یه جا دیگه، یه بانک دیگه میاد بالا، هیچ اغراقی هم درش نیست. اگر همون معادل سخت افزار رو داشته باشیم و همون توپولوژی چینش رو داشته باشیم، بله عینه همون رو در قالب یک کلیک میتونیم دوباره برش گردونیم. و ورژن کنترل هم یعنی که من عقب جلوش میکنم، کانفیگور رو برمیگردم بالا، یک قبل، دو تا قبل، سه تا قبل، و نه اونم برای یه دیوایس خاص، اونم برای کل اینفراستراکچر. بدیهیه که وقتی من برای کل اینفراستراکچر بتونم، برای یه دیوایس خاصم میتونم. و این دیگه باز به وندور ربط نداره، نمیتونم، نمیشه بگم که دیگه مثلا iOS من دیگه الان ساپورت نمیکنه، نه اصلا دیگه مهم نیست iOS من الان رول بک داره یا نداره، بگیم جونوس رول بک ساپورت میکنه، iOS رول بک ساپورت نمیکنه. این ویژگی کلیه، بسیار جذابه. شاید بگم اولین چیزی که من رو تحت تاثیر قرار داد تو دفنت همین ویژگی اینفراستراکچر از کد بود و بعد خورد خورد به ویژگی های دیگرش هم رسیدم و تجربه کردم. و سومین ویژگی جذابی که داره ویژگی اوتومیشنه. ویژگی اوتومیشن به شما این قابلیت رو میده در آن واحد بتونید دیوایس های مختلفی رو مانیتور یا کانفیگ بکنید. من چند تا مثال خیلی ساده میزنم، حتما بهتون نشونم خواهم داد، خصوصا ابزاری مثل انسیبل باز بهش خواهیم پرداخت، میتونه خیلی تو این زمینه موثر باشه. اتوماسیون مثلا میخوای بگی من میخوام کانفیگ، من میخوام وضعیت شایپ اینترفیس بریف همه سیستما رو چکار کنم ببینم، من میخوام ببینم تو کدوم دیوایس ها SSH فعال نیست، بره SSH رو فعال کنه. این همینا، تو کدوم دیوایس ها SSH فعال نیست بره فعال کنه، یعنی خودش چک کنه اگه فعاله که فعاله، اگه فعال نیست بره فعال کنه. خب به این میگن اتوماسیون، اینکه شما در آن واحد با یک کلیک، حالا اینو وقتی ببینه آدم بیشتر جذبش میشه، اصلا میتونی در آن واحد با یک کلیک بیای بگی با یک کلیک کل دیوایس منو بکاپ بگیر. البته این ویژگی بکاپ گرفتن چون ویژگی خیلی خاصیه، قبلا قطعا براش ابزارهای متعددی وجود داره که شما اگه کانفیگ بکنید میتونید از همه تجهیزاتتون بکاپ بگیرید، یه جا نگه دارید. و خیلی ممکنه بگم ما این ویژگی رو دیدیم، ولی بحث اینه که فقط به بکاپ گرفتن محدود نمیشه. بکاپ بگیر، برگردون به یه روز قبل، وضعیت SSH همه رو بخوام ببینم، الان میخوام روی 5 تا دیوایس مثلا OSPF کانفیگ کنم. این که شما میتونید از راه دور و در آن واحد روی چند دیوایس یه کانفیگوریشن خاص رو انجام بدید یا یه مانیتورینگ خاص رو انجام بدید، حالا اسمش رو من جا گذاشتم اتوماسیون، اینا مجموعه قابلیت هاییه که تحت عنوان دیونت میشناسیم و سیسکو هم خیلی داره روش کار میکنه. حتی همه برندها، شما الان هر برندی رو نگاه کنید تقریبا یه دوره جدید تحت اتوماسیون گذاشتن که تقریبا داره مفاهیم یکسان میشه و استاندارد میشه بین برندهای مختلف و شما دیگه تقریبا نباید تفاوتی بین برند با برند مختلف توی مباحث دیونت داشته باشید. و این به مرور حتی تکمیل تر هم خواهد شد. تو سایت سیسکو، بخش developer.cisco.com، شما رو هدایت میکنه برای اینکه وارد این بحث بشید. حتما توی ویدیوهای بعدی این بحث رو تکمیل خواهم کرد، حتی این developer.cisco.com هم واردش خواهیم شد، بخش های مختلف رو که چطوری میتونید ازش استفاده کنید رو هم در موردش صحبت خواهم کرد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه.